کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون و نوید توبیان، پژوهشگر ارشد ایران در پژوهشکده ممری از تل‌آویو با ما هستند. با آقای متین شروع میکنم. واقعا اگر هم توانش رو داشته باشن، چقدر محتمل میدونید چنین اقدامی رو از سمت ایران و حزب‌الله؟ آیا دست زدن به چنین کاری اعلام جنگ نیست؟ قطعا از سوی اسرائیل به اینجور تلقی خواهد شد، ولی مادامی که این گفتگوهای آتش‌بس غزه که امروز در قطر دور اولش خاتمه یافت ادامه داشته باشه، بعید هست که ایران، حداقل ایران در مورد حزب الله وضعیت کم فرق میکنه، دست به اقدام تلافی جهانی بزنه. اگر این گفتگوهای آتش‌بس به موفقیت برسه، جمهوری اسلامی میتونه این رو به عنوان یک پیروزی اعلام بکنه، نشون بده در میان محور مقاومت نیروهای نیابتیش، ادعا بکنه که تحت فشار تهدید تلافی ایران بوده که اسرائیل حالا مستقلا یا تحت فشار آمریکا مجبور شده این آتش‌بس رو بپذیره، آتش‌بسی که خب بخش قابل توجهی از حماس رو در واقع سالم به جا میگذاره و این در واقع عین متضاد هست با هدف اعلام شده دولت اسرائیل در رابطه با نابودی حماس، که اونها هم به نوبه خودشون میتونن اینو یک پیروزی نسبی حداقل تلقی بکنن. به این دلیل جمهوری اسلامی که خیلی حراس داره از این که دست به یک اقدامی بزنه که منجر به تلافی متقابل اسرائیل و یک جنگ وسیع‌تر که درش آمریکا هم دخالت بکنه وجود داره، شاید حداقل در این مقطع محاسبهشون این هست که موفقیت این مذاکرات بهترین حالت رو به اونها میده، یعنی هم میتونن به نوعی بگن که پیروز شدن در این مقطع بدون اینکه ریسک به اصطلاح جنگ با اسرائیل رو بخرن. ولی در مورد حزب الله، همچنان که در سگمنت قبلیتون اومد، وضعیت کم فرق میکنه. شاید حزب الله صرف نظر از اینکه این مذاکرات موفقیت برسه یا نرسه، اقدامی انجام بده. البته میزان و ابعاد اون اقدام هم به نظر من متاثر خواهد شد از اینکه آیا این مذاکرات آتش‌بس به موفقیت خواهد رسید یا نه. آقای توبیان، به نظر شما این رویارویی دست کم بین اسرائیل و حزب الله اجتناب ناپذیره؟ حالا ممکنه در این هفته باشه، در ماه آینده باشه، در چند ماه آینده باشه، یا رسیدن به یک توافق احتمالی میتونه اون رو فعلا منتفی کنه؟ ببینید، از یک طرف حزب الله گفته نه اینکه بشه به حرفای حزب الله اعتمادی کرد که در صورت برقراری آتش بس یا به گفته اعضای حماس پایان جنگ، حزب الله هم از هدف قرار دادن اهداف به گفته حزب الله نظامی در شمال اسرائیل خودداری خواهد کرد، دست کم برای مدت نامحدودی اون رو متوقف خواهد کرد. ولی به باور من و بر اساس برداشت من از اون که در رسانه‌های اسرائیل می‌بینم، بنیامین نتانیاهو ظاهرا مصممه که به یک این معامله جوش بخوره بین اسرائیل و حماس، کمتر به خاطر فشار خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی و بیشتر به خاطر اینکه هر چه زمان می‌گذره وضعیت در شمال اسرائیل داره بحرانی میشه. من یادآور میشم که به موجب قطعنامه 1700 که شورای امنیت حزب الله قرار بود که تا شمال رودخانه لیتانی قرار بگیره و جلوتر از اون بعد به طرف جنوب بیشتر پیشرفت نکنه، تا قبل از 7 اکتبر این که حتی حزب الله پا رو از این بسیار فراتر گذاشته بود و حتی یک خیمه ای رو در داخل خاک اسرائیل و بر روی جدار مرزی بنا کرده بود. بیش از 48 آبادی در شمال اسرائیل الان تخلیه شده، بیش از 80,000 اسرائیلی در شمال اسرائیل از خانه و کاشان خودشون آواره شدن و این وضع هم به گفته ساکنان این مناطق و هم به گفته مقامات ارشد کشوری و لشکری اسرائیل قابل تحمل نیست و به باور من این معامله میتونه مقدمه باشه برای انتقال گسترده نیروهایی که الان در غزه هستند به شمال اسرائیل و تلاش برای یکسره کردن کار و راندن حزب الله دست کم به شمال رودخانه لیتانی، تا اینکه شهروندان اسرائیل در شمال بتونن به خانه و کاشان خودشون برگردن. آقای متین، همین وضعیتی رو که آقای توبیان تشریح کرد در نقاط مختلف اسرائیل، اگر به صورت طولانی مدت ادامه پیدا کنه، خب خیلی از شهروندان اسرائیلی به خصوص در مناطق مرزی، چه در جنوب نزدیک نوار غزه، چه در شمال در
نزدیکی با لبنان زندگیشون برای مدت طولانی مختل خواهد شد. چقدر فکر میکنید اسرائیل و اسرائیلی ها اصلا میتونن حتی به همین شرایط فعلی ادامه بدن برای مدت طولانی؟ بله خب همین شرایط فعلی هم خیلی قابل دوام نیست واقعا، و حداقل 70-80 هزار نفر از ساکنین این شهرک‌ها و آبادی‌های شمال اسرائیل نزدیک مرز لبنان به جاهای دیگه اسرائیل منتقل شدن. مدارس به زودی خب باز خواهند شد در اسرائیل، سال تحصیل جدیدی آغاز خواهد شد و در اون مناطق خب امکان رفتن به مدرسه کودکان اسرائیلی وجود نخواهد داشت. در مجموع این که یعنی این فشاری که روی اسرائیل و مردم اسرائیل در اون قسمت هست خب از اون هفته اکتبر به بعد تقریبا وجود داشته، و دلیل اینکه اسرائیل تا کنون حمله نکرده من فکر می‌کنم همین ملاحظه‌ای بود که شما در اشاره کردید در مسابقه قبلی در رابطه با اینکه آیا اسرائیل واقعا می‌خواد همزمان در دو جبهه بجنگه با حماس و با حزب الله، و اینکه درست هست اسرائیل توانایی این رو داره که ویرانی‌های بسیار گسترده‌ای رو در لبنان ایجاد بکنه، ولی خب لبنان هم یعنی حزب الله هم از 2006 که اون جنگی که به نوعی به یک آچمزی رسید با اسرائیل انجام شد، از اون زمان امکانات نظامیش حتی توسعه بسیار زیادتری پیدا کرده. نیروهاش در سوریه درگیر جنگ داخلی بودن، به کمک اسد رفتن، زبده تر شدن، و برنامه های موشکی ایران هم از اون زمان پیشرفت بیشتری کرده و این تکنولوژی و امکانات در اختیار حزب الله هم قرار گرفته. به این دلیل من فکر میکنم ترجیح خوب اسرائیل این بوده که بدون وارد شدن به همچین جنگی این مسئله خاتمه پیدا بکنه، یعنی حملات حزب الله به شمال اسرائیل. ولی هم این مسئله و هم تنش‌هایی که با ایران وجود داشته خب به نوعی گره خوردن به مسئله جنگ در غزه. یعنی هم حزب الله اعلام کرده که اگر اونجا، یعنی قبل از البته این کشته شدن فؤاد شکر، اونها همیشه موضعشون این بوده که ما متوقف خواهیم کرد این حملات رو اگر جنگ در غزه به اصطلاح پایان پیدا بکنه، یعنی به هم وصل هستن. این چیزی هست که حوثی‌های هم یمن هم گفتن، و ایران هم خب طبیعتاً درگیر هست به دلیل حمایتی که از حماس میکنه. به این دلیل هست من فکر میکنم این تمرکز ایالات متحده رو آتش بس در غزه دارای یک منطقی هست که درست هست، حداقل با توجه به این مسئله که عرض کردم. یعنی اونا فکر میکنن اگر جنگ در غزه متوقف بشه، تمام این در واقع شرایطی که باعث تنش بین طرفین متعددی شده، حزب الله، حوثی‌ها و ایران، این هم به نوعی فروکش خواهد کرد، چون اونها هم بالاخره محاسبه خواهند کرد که سود و زیان یک درگیری وسیع با اسرائیل چه خواهد بود و ویرانی‌های غزه رو حتما در محاسباتشون منظور می‌کنن. آقای توبیان، علی‌رغم حمایت گسترده‌ای که آمریکا از اسرائیل می‌کنه، خیلی‌ها به خصوص در داخل اسرائیل و حتی در شاید طیف راست در آمریکا معتقدن که حمایت‌ها به اندازه کافی نیست و تلاش دولت بایدن بیش از اندازه است برای نگه داشتن یک شرایط نسبتاً باثبات در خاورمیانه. در کل نقشی که تا اینجا آمریکا بازی کرده به نظرتون به شکل کلان به نفع روی کرده دولت فعلی اسرائیل بوده یا دست و پاشون رو بستن؟ به هر دو جنبه این قضیه میشه اشاره کرد و هر دو رو تایید کرد. یعنی از همون فردای شنبه سیاه، فاجعه 7 اکتبر، کاروان نظامی ایالات متحده به اسرائیل سرازیر شد. هنوزم این ارسال تجهیزات ادامه داره، البته به گفته بلندپایگان اسرائیلی بعضی از تجهیزات یا میشه گفت جنگ افزارهای نقطه زن روند ارسالشون کند یا متوقف شده، ولی خب باید این نکته رو هم همیشه بپذیریم. از یک سو ایالات متحده که جورج بایدن خودش رو چندین بار یک سیونیست و حامی اسرائیل، حامی دیرینه اسرائیل معرفی کرده و خودش رو دوست اسرائیل میدونه، یک جناح چپ پروگرسیو افراطی داره که به شدت بر او فشار میارن و به باور من دولت جو بایدن الان داره کاری میکنه که به اصطلاح نسیخ به سوزن کباب، یعنی تا انتخابات نوامبر به نوعی کجدار و مریض این وضعیت مدیریت بشه و دست کم از بروز یک جنگ منطقه‌ای در خاورمیانه جلوگیری بشه، چرا که بروز جنگ ایالات متحده رو ملزم خواهد کرد که به کمک اسرائیل بشه تا به
و آخرین چیزی که الان ایالات متحده نیاز به اون داره یک جنگ فراگیر هست، در صورتی که الان ایالات متحده داره تمام هم و غمش رو متوجه شرق یعنی روسیه و چین میکنه. همکارانم اشکان صفایی و سمیرا قرایی از اورشلیم و از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن همراه ما هستن. اشکان، اول از تو بیشتر بشنویم درباره مذاکراتی که ساعت پیش ظاهرا به پایان رسیده، بیانیه‌ای هم منتشر شده، به نظر میاد که طرفین راضی هستن از طرح جدیدی که ایالات متحده ارائه کرده. بله پریسا، اون بیانیه‌ای که وزارت خارجه قطر قول داده بود تقریبا یک ساعت پیش که تا یک ساعت آینده منتشر بشه، همین الان منتشر شده. در این بیانیه‌ای که قطر و آمریکا و مصر میانجی با هم دیگه صادر کردند، گفتند که ایالات متحده با توجه به مذاکراتی که در این آخر هفته انجام شده، یک طرح جدیدی ارائه کرده که اختلافات موجود رو حل می‌کنه، پل می‌زنه بین این اختلافات و امکان اون رو فراهم میکنه که طرفین بتونن به سرعت به یک توافق دست پیدا کنن. بیانیه همچنین میگه که مذاکرات در روزهای آینده دوباره اثر گرفته خواهد شد. به صورت مشخص گفته که دور بعدی مذاکرات که در واقع دور تکنیکی هست، بر سر مسائل تکنیکی قرار هست صحبت بکنن، تا یک هفته دیگه، تا پیش از پایان هفته که از پس فردا آغاز میشه، در قاهره انجام خواهد شد. حالا باید دید که هیئت اسرائیلی که امشب به این کشور برمیگردن از قطر، احتمالا فردا که نه چون روز شنبه هست، ولی فردا شب شاید در این مورد چه خواهند گفت. به نظر میاد که طرفین به نوعی شاید از یک طرف هم راضی هستند و همین که فشارها بیشتر هست. خب امروز همونجور که در تصویر می‌بینیم وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه در اسرائیل بودند و با اسرائیل کاس وزیر خارجه اسرائیل دیدار کردند. از اون طرف همونطوری که گفتی بلینکن گفته میشه که روز یک شنبه به اسرائیل میاد و روز دوشنبه هم با نتانیاهو دیدار میکنه. فشار زیادی دارن میارن برای اینکه این مذاکرات به نتیجه برسه، نه فقط به خاطر به نتیجه رسیدن خود مذاکرات، بلکه از اون طرف در واقع تلاش این هست که با نتیجه رسوندن این مذاکرات جلوی واکنش جمهوری اسلامی به کشته شدن اسماعیل هنیه رو بگیرن، واکنشی که اسرائیل کاتز امروز هشدار داد و تهدید کرد که اگر انجام بشه، یعنی اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله بکنه و اگر اسرائیل ضربه‌ای بخوره، گفت اسرائیل نمیتونه واکنش نشون نده، گفت که اگر جمهوری اسلامی به تجاوزگری خودش ادامه بده بهای اون رو هم خواهد پرداخت. از گفت که انتظار داره از کشورهای ائتلاف که نه فقط در زمینه دفاع در برابر حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل کمک کنند، بلکه بعد از اون به اسرائیل کمک کنند در زمینه حمله به اهداف حیاتی یا اهداف مهم درون خاک ایران، و گفت که این بهترین گزینه هست به توصیف او. تهدید به اینکه اگر جمهوری اسلامی حمله بکنه کل کشورهای ائتلاف درون خاک ایران حمله خواهند کرد، گفت این بهترین راه هست که ما جلوی یک جنگ بین اسرائیل، در واقع یک جنگ رو بگیریم. به نظر میاد که تمام تلاش‌های غرب در دست کم معطوف به این هست که آتش بس بشه که جمهوری اسلامی حمله نکنه. سمیرا، به ظواهر امر حداقل اینطوری نشون میده که شاید این بار ایالات متحده موفق بوده در اینکه حالا طرحی رو ارائه بکنه که کمی طرفین راضی باشن. اما مسئله اینجاست که اسرائیل آمریکا رو در شرایط سختی قرار داده، اینکه در صورت حمله جمهوری اسلامی یک واکنش نظامی به ایران داشته باشند ائتلاف به رهبری آمریکا. همینطوره، به نظر میرسه که ایالات متحده از طریق دیپلماسی تونسته باشه تنش‌ها رو کنترل بکنه. البته هنوز زود هست، مذاکرات به اون بلوغ کافی که منجر به آزادی گروگان‌ها بشه و منجر به یک آتش‌بس موقت 6 هفته‌ای بشه هنوز نرسیده. با این همه توافق اولی که پیشنهاد شده بود در انتهای ماه می توسط شخص جو بایدن بود، اون توافق بر سرش اختلافات زیادی به وجود آمد و طرفین نتونستند در نهایت روی یک صفحه مشترک قرار بگیرند، به تفاهمی در اون رابطه برسند. و الان
پیش از اینکه این مذاکرات بخواد شروع بشه، بحث بر سر این بود که حماس میخواست رجوع به همون توافق قبلی آقای بایدن صحبت بکنه، اما شرایط تغییر کرده بود و میبینیم باز ایالات متحده و مشخصا از طریق بیل برنز رئیس CIA تونسته شرایط تازه‌ای رو، پیشنهادات تازه‌ای رو ارائه بده که حالا بعد از دو روز مذاکره روز پنجشنبه و جمعه دارند از پیشرفت در مذاکرات صحبت میکنند. منابع آگاه ایالات متحده به وبسایت خبری آکسیوس گفتند که این مذاکرات در روز اول دستاوردهای داشته، تونستند به نقطه مثبتی برسند، این در حالی که ساعتی پیش از این اظهارات در ابتدای روز پنجشنبه آقای کربی گفته بود ایالات متحده انتظار نداره که اتفاق مهمی بیفته یا پیشرفت مهمی حاصل بشه. پس میتونیم به این نتیجه برسیم که این مذاکرات از سطح انتظار ایالات متحده فراتر بوده و پیشرفتهایی که حاصل شده پیشرفتهای چشمگیرتری بوده که از حد انتظار ایالات متحده فراتر رفته. و پس حالا داریم خبر سفر آقای بلینکن به منطقه رو میشنویم، سفری که قرار بود همین هفته روز سه‌شنبه انجام بشه، عقب افتاد و حالا دارن میگن که شنبه شب از اینجا واشنگتن بلند خواهد شد هواپیماش و یک شنبه به اسرائیل میرسه، دوشنبه با آقای نتانیاهو صحبت میکنه. قرار هست که به قاهره و دوحه هم آقای بلینکن سفر بکنه و در نتیجه اگر مذاکرات بخواد در قاهره ادامه پیدا بکنه، ممکنه که شخص بلینکن، یعنی بالاترین مقام دیپلماتیک ایالات متحده، در این مذاکرات حاضر بشه. پریسا از سمت دیگه آقای کتس هست، صحبت‌هاش رو اشکان بهش اشاره کرد در صحبت‌هایی که با همتایان فرانسوی و بریتانیایی خودش انجام داده. مشخصاً در شرایط فعلی که الان این دیپلماسی هست که در مرکز توجه قرار داره، داره راجع به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل صحبت میکنه و از اونها خواسته که اگر چنین حمله‌ای صورت گرفت کنار اسرائیل بایستن، نه فقط در دفاع بلکه در حمله به نقاط قابل توجهی در داخل خاک ایران، خواسته است که آقای کتس داره. اما از اون طرف اگر صحبت‌های آقای سرژوغنه رو نگاه بکنیم، وزیر خارجه فرانسه گفته که خیلی کار درستی نیست که در شرایط فعلی که همه توجه‌ها روی دیپلماسی هست، ما بخوایم راجع به حمله صحبت بکنیم و راجع به افزایش تنش بخوایم صحبت بکنیم. دو تا الان روایت خبری راجع به حمله جمهوری اسلامی وجود داره. روز گذشته آقای کربی به این اشاره کرد که همچنان احتمال حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل وجود داره، ممکنه با اخطار حداقل این حمله صورت بگیره. روایت دیگر اینه که اون حمله تحت تاثیر این مذاکرات قرار خواهد گرفت، یعنی اگر مذاکرات به جایی برسه، آتش بسی برقرار بشه، ممکنه که در نهایت جمهوری اسلامی دست به هیچ گونه حمله نزنه. دیروز رو اگر گواه بگیریم، پنجشنبه رو، و نگاه بکنیم به حملات حزب الله لبنان و خبرهایی که در این رابطه از سوی منابع حزب الله درس کرده، میبینیم که حزب الله روز پنجشنبه حملات خودش رو کاهش داده و روی زمین این مذاکرات تاثیر گذاشته بر شدت و حدت حملاتی که متوجه اسرائیل. پریسا بابک اساقی همکارم از تل‌آویو و همراه ما شده. بابک، میدونیم همزمانی که در دوحه مذاکرات آتش بس در جریان هست، وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه هم در اسرائیل به سر میبرن. اول از این دیدارها برای ما بگو. بله، وزیر خارجه اسرائیل امروز در دفتر وزارت خارجه در اورشلیم با دیوید لامی و استفان سژورنه وزیر خارجه بریتانیا و فرانسه که صبح امروز به اسرائیل اومده بودند دیدار کرد و در رابطه با مذاکرات آتش بسی که در قطر برگزار میشه، همچنین در رابطه با مسائل و چالش‌های منطقه‌ای و در رأس اونها حمله جمهوری اسلامی و احتمال اینکه واکنش سختی نشون بده مورد بررسی قرار گرفت. و اسرائیل کاتس گفت که ائتلافی که تشکیل شده برای دفاع از اسرائیل باید جلوی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل را بگیره. و در اینجا این نکته مهمی که اشاره کرد کاتس این بود که نه تنها در دفاع از اسرائیل مانند دفعه قبل که در رهگیری موشک‌ها و پهپادها ائتلافی تشکیل شد و اسرائیل را یاری رسوندن، بلکه در حمله به اهداف مهم در داخل ایران نیز اسرائیل کاتس از ائتلاف خواست که به او
کمک بکند. او گفت با این کار ایران خواهد فهمید که اگر تهاجمی مستقیم یا غیر مستقیم را علیه اسرائیل انجام دهد، عواقب سنگینی از سوی ائتلاف در زمینه‌های استراتژیک و اقتصادی خواهد داشت. به گفته کاتس، این تنها راه برای جلوگیری از یک جنگ تمام عیار هستش. کاتس همچنین تصریح کرد که اسرائیل نمیتونه در مقابل هر گونه حمله از طرف جمهوری اسلامی بدون پاسخ بمونه. او تأکید کرد که اسرائیل مایل به دستیابی توافق برای بازگرداندن گروگان‌ها هم هستش و در این راه همه تلاش خودش را به کار خواهد گرفت. یک ویدیوی تبلیغاتی هم بابک حزب الله منتشر کرده با صدای حسن نصرالله، در واقع که نشون میده چه تجهیزاتی رو حزب الله لبنان در این تونل‌ها نگهداری می‌کنه. بله، این اولین باری هستش که همچین تونل عظیمی را حزب الله لبنان افشا میکنه و تردیدی نیستش که از این راه تلاش میکنه که پیامی را برای اسرائیل بفرسته و اگر واکنشی به مرگ فؤاد شکر نشون بده، اسرائیل در واکنش به واکنش صبورانه تر برخورد بکنه. حزب الله صبح امروز همانطور که گفتین یک ویدیوی هشدارآمیزی را از یک تأسیسات زیرزمینی که نام او را اماد چهار گذاشته منتشر کرد. در این ویدیو تهدیدات حسن نصرالله رهبر حزب الله را در رابطه با قابلیت های این گروه گوش میدیم که در همان حال از تونل عظیم حزب الله هم نشون داده میشه. این تونل به تجهیزات کامپیوتری نورپردازی مجهز هستش و به اندازه ای بزرگ و عمیق هستش که در اونجا میتونیم به راحتی ببینیم که چگونه کامیون ها و موتورسیکلت ها در اون عبور میکنن. در این فیلم دوربین در یکی از این تونل ها حرکت میکنه و نشون میده که چه در داخل این تونل ها وجود داره. همانطور گفتم کامیون هایی که شماره گذاری هم شده اند یکی پس از دیگری از اونجا عبور میکنن. در پایان این ویدیو هم سکوی پرتاب موشک هایی را که از زیر زمین بیرون میآیند و نام تاسیسات بر روی اونها هست نشون داده میشه. در این رابطه همراه میشیم با شایانه سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمیعی، ابتدا به مذاکرات بپردازیم که یک روز دیگه هم تمدید شد. قطر به جمهوری اسلامی میبینیم که گفته هر گونه حمله به برقراری آتش‌بس کمکی نمی‌کنه. فکر می‌کنید چقدر این با شانس رسیدن به یک آتش‌بس وجود داشته باشه؟ با درود به شما بانو خامه گرامی و مردم عزیز ایران، من فکر میکنم احتمال رسیدن به یک توافق هست. چرا؟ چون هر دو طرف تحت فشار بسیار زیادی از درون خودشون و از طرف کشورهای خارجی هستند. اسرائیل به نوعی تحت فشار هست و گروه حماس هم به نوع دیگری تحت فشار هست. حماس باید به مردم خودش بتونه نشون بده که در راه رسیدن به یک صلح پایدار یا یک آتش‌بس پایدار داره فعالیت میکنه. از طرف دیگه اسرائیل باید در مقابل مردم خودش بتونه پاسخگو باشه. الان برای خانواده هایی که عزیزانشون در اسارت هستن و گروگان گرفته شدن، برای اونها صحبت های آقای نتانیاهو در زمینه اینه که ما میخواییم به پیروزی قطعی و کامل دست پیدا بکنیم هیچ گونه معنایی نداره، چون اونها فقط خواستار آزادی عزیزانشون هستن. پس میبینیم فشار حد اکثر به هر دو طرف داره وارد میشه و ضمن کشورهای زینف به ویژه امریکا هم علاقه زیادی داره که در راستای رسیدن به یک آتش‌بس همگامی و فعالیت بیشتری صورت بگیره. چرا؟ چون انتخابات ریاست جمهوری امریکا در پیش هست و حزب دموکرات علاقه بسیاری داره که بتونه این رو به عنوان یک پوان مثبت نشون بده و حزب جمهوری خواه هم به همین ترتیب میخواد نشون بده که این توانمندی های گفتگوی آقای ترامپ با آقای نتانیاهو بوده که ایشون رو تشویق و ترغیب کرده به اینه که به یک آتش بسی برسن. پس میبینیم راه رسیدن برای آتش بس وجود داره، منتها این مسئله ای که هر طرف هر روز داره یک متممی به اون بسته پیشنهادی امریکا اضافه میکنه، به ویژه اون که اسرائیل میخواد در مرز بین حماس و مصر حضور طولانی مدت داشته باشه، مسئله ساز خواهد. به واکنش آمریکا هم بپردازیم. پنتاگون در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال گفته که به جمهوری اسلامی هشدار جدی دادیم که تنش افزایش پیدا نکنه، به در صورتی که
به اسرائیل حمله بکنه، ما از اسرائیل دفاع خواهیم کرد. واکنش آمریکا رو در این مقطع شما چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید، امریکا به صورت بسیار جدی به جمهوری اسلامی بدون هیچ گونه شک و شبهه‌ای پیام داده که شما باید این رو درک بکنید که اگر بخواید حمله‌ای بکنید، ما پشت اسرائیل در میاییم و ما از اسرائیل حمایت همه جانبه میکنیم. ضمناً ما دیدیم امریکا نیروهای خودش رو، حالا ناوبرهای هواپیما، کشتی‌های ناو خودش رو به اون منطقه فرستاده و کوشش کرده که به جمهوری اسلامی پیام بده که شما اشتباه محاسباتی در اینه که فکر بکنید به اسرائیل حمله بکنید و عواقبی براتون نداشته باشه نکنید. ضمناً علی خامنه‌ای هم در صحبت‌های خودش گفته که ما اگر که رفتار غیر تاکتیکی بکنیم، این هم به نظر من یکی دیگر از همون مسائل نرمش قهرمانانه ایشون هست که میخواد نشون بده یک راهکاری و یک راه فراری برای اینکه هیچ کاری نکنن چون کاری از دستشون بر نمیاد بتونن تعبیه بکنن. من فکر میکنم پیام امریکا و کشورهای بزرگ دنیا به جمهوری اسلامی بدون صراحت ابلاغ شده، پیام دریافت شده و به خاطر همون هم هست که جمهوری اسلامی نهایت تعلل رو داره به خرج میده که ضمناً بگه اگر یک توافقی در دوحه به دست بیاد، بگه ببینید این خیشتنداری ما بود که تونستیم طرفین رو به هم نزدیک بکنیم. میخواد برای خودش یک جایی در منطقه ایجاد بکنه جمهوری اسلامی، ولی به نظر من جایی نداره. اشکان صفایی همکارم از اورشلیم و آرش علایی از کنگره آمریکا در واشنگتن همراه ما هستن. اشکان، اول از تو بیشتر بشنویم درباره بیانیه پایانی و چطور هست که تا این حد واسطه های این آتش بس در واقع مثبت اندیشن نسبت به آنچه که امروز اتفاق افتاد. درسته پریسا، اونها مثبت اندیشن، اما به نظر میاد که حماس در این احساس با واسطه ها و حتی با اسرائیل شریک نیست. یک سامی ابو زهری از مقامات ارشد حماس همین دقایقی پیش گفته که کشورهای میانجی، به صورت مشخص گفته بایدن، اگر نخواهیم بگیم در واقع بگیم کشورهای میانجی، گفته بایدن قصد داره که یک فضای مثبت مصنوعی یا دروغین ایجاد بکنه در درباره احتمال رسیدن به آتش بس و اون آنچه در دوحه گذشته. ابو زهری گفته که در واقع متهم کرده آمریکا رو که قصد نداره به جنگ پایان بده، بلکه قصد داره فقط زمان بخره. از اون طرف اشاره کرد به یک مقام حماس که اون صحبت‌ها رو به خبرگزاری رویترز گفته. خبرگزاری فرانسه هم از قول یک منبع حماس گفته که این گروه شروط جدیدی رو که در توافق جدید ارائه شده توسط ایالات متحده در دوحه در واقع گنجانده شده رو نمیپذیره و اونها رو رد میکنه. این در حالی هست که دفتر نتانیاهو هم، نخست وزیر اسرائیل، هم یک بیانیه ای صادر کرد دقایقی پیش درباره مذاکراتی که در دوحه انجام شده. دفتر نتانیاهو به صورت مشخص اول از ایالات متحده و دیگر کشورهای میانجی قدردانی کرده برای تلاش‌هایی که در مسیر آتش بس و آزادی گروگان‌ها می‌کنند. نتانیاهو گفته که در این بیانیه گفته که اصول اسرائیل برای همه میانجی‌ها روشن هست و ابراز امیدواری هم کرده که این کشورهای میانجی، یعنی ایالات متحده، قطر و مصر، بتونند فشار بیارند بر حماس و در واقع این گروه رو متقاعد کنند که موافقت بکنه با این اصول، تا اون وقت طرفین بتونند جزئیات توافق رو اجرایی کنند. اما همونطوری که گفتی در این بیانیه‌ای که سه کشور صادر کردند، در واقع ابراز خوشبینی شده به نوعی از آنچه در دوحه گذشته. گفتند که ایالات متحده یک توافق پیشنویس توافق جدیدی رو ارائه کرده بر اساس مذاکراتی که در اونجا انجام شده و گفتند که این پیشنویس ابراز امیدواری کردند که بتونه در واقع
منجر بشه به اینکه طرفین بتونن در فرصت خیلی کمی به سرعت به یک توافق دست پیدا کنن. گفته شده که این توافقی که الان آمریکا ارائه کرده میتونه پل بزنه بر اختلافاتی که همچنان بین طرفین وجود داره و البته گفته شده که مذاکرات هم تا پیش از پایان هفته آینده در طول همین 6-7 روز آینده در قاهره ادامه پیدا خواهد کرد. بر اساس آن چیزی که گفته میشه مذاکراتی که در قاهره انجام خواهد شد مذاکرات تکنیکی خواهد بود، عمدتاً بر سر همون مسائل مورد اختلاف. مسائل مورد اختلاف هم مشخص است، یکیش این هست که به نظر میاد اسرائیل حاضر نیست به هیچ وجه از اون کوریدور فیلادلفی و گذرگاه رفح در حال حاضر دست کم نیروهای خودش رو خارج کنه. باید گفت زمانی که جو بایدن اون توافق پیشین رو آمد و برملا کرد، اسرائیل هنوز در واقع در رفح، در فیلادلفی، در اون کوریدور فیلادلفی و در گذرگاه رفح حضور نداشت، در نتیجه در اون اصلا به این موضوع اشاره نشده بوده در اون توافق و الان این لازم هست که در توافق جدید، هر توافق باشه، به اون اشاره بشه. یکی دیگه موضوع در واقع حق وتوی اسرائیل هست بر سر اینکه چه زندانیان فلسطینی در اون مرحله اول آزاد بشن و چه زندانیانی آزاد نشن. در این مورد هم به نظر میاد حماس موافقت نداره با حق وتوی اسرائیل. دیگریش عبور در واقع بازگشت شهروندان فلسطینی به شمال نوار غزه هست و نهایتاً گذر از مرحله اول آتش بس به مرحله دوم. مرسی اشکان. آرش، خیلی فضای جالبی شده. در واقع حماس خیلی راضی نیست، میگه این فضای مثبت مصنوعی هست که آمریکا میسازه. آمریکا از اون طرف میگه که سعی کردیم تمام سوراخ‌های ممکن رو در این وسط بپوشونیم که موردی برای نرسیدن به توافق نباشه، اما ظاهرا خیلی نباید خوشبین بود به نتیجه اون بر اساس آنچه که حماس میگه. خبر همونجور که شما گفتید نیم ساعتی نیست که بیشتر اومده روی آژانس‌های خبری و از اون چیزی که ما الان داریم می‌شنویم، جملاتی که حماس میگوید اینجا در واشنگتن دی سی و در دانشگاه‌های دیگر در آمریکا، در دانشگاه کلمبیا، در نیویورک می‌بینیم اینها تنین انداز می‌شود. اینها همین بخش‌هایی در دانشگاه‌های آمریکا هستند که الان دارن تظاهرات می‌کنن و اونها هم همین حرفو می‌زنن، میگن این حرف، این جو، یک جو مثبت مصنوعی است. دولت بایدن رو متهم می‌کنند که برخلاف حرف‌هایی که می‌زند کماکان به فرستادن سلاح و بسته‌های کمک‌های دفاعی به اسرائیل ادامه می‌دهد و حمله می‌کنند به دموکرات‌ها. اشاره کرد اشکان به اینکه قرار است هفته دیگر باز گردند و به نظر می‌آید ایالات متحده، دولت آقای بایدن در حال خریدن وقت است. هفته بعد یادمون نره کنوانسیون دموکرات‌ها است. اگر جنگ به پا بشود در اون منطقه، اگر این مذاکرات فرو بریزد، کنوانسیون دموکرات ها در شیکاگو که از دوشنبه ایران اینترنشنال هم اونجا حضور خواهد داشت به صورت زنده و از کف اونجا برای شما گزارش خواهد داد، اونجا رو واقعا به آشوب خواهد کشید. اگر این توافق به هم بریزد، اگر جنگ برپا بشود، اگر آمریکا پاش به جنگ کشیده بشود در طول این کنوانسیون، چرا دولت بایدن نخواهد که وقت بخرد یک هفته دیگه، بگوید حالا هفته دیگر برمیگردیم؟ هفته دیگر موقعی خواهد بود که خانم کامالا هریس در کنوانسیون دموکرات ها در سخنرانی اختتامیه کاندیداتوری حزب رو پذیرفته است. حداقل حالا یک مرحله دموکرات ها رد میکنن تا یه نفس راحتی بکشن و حالا فکر کنن به مرحله بعدی تا ببینن چگونه میخواهند این کلاف سردرگمی که دولت بایدن 10 ماه است تعقیب میکنند. تعداد سفرهایی که مقامات مختلف بایدن به منطقه کردند از انگشتان دو دست می‌گذرد، هر کدومشون بارها و بارها به هیچ نتیجه ای نرسیده است. دیپلماسی دولت بایدن دلیلش رو برخی‌ها در کنگره آمریکا، به خصوص جمهوری خواهان، سیاست ضعف و مماشات دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی می‌خونند. می‌گویند وقتی پول به جمهوری اسلامی می‌دهید، وقتی 11 میلیارد دلار از عراق، 7 میلیارد دلار از جای دیگر، از کره جنوبی، از کشورهای دیگر همین پول‌ها را به جمهوری اسلامی می‌دهید، اونا نمی‌رود واکسن بشود برد تو بازوی مردم یا نون بشود بره سر سفره مردم. اونا تبدیل به موشک و بمب می‌شود، داده می‌شود به حزب الله و حماس و دیگر گروه‌هایی که بخواهند اون رو بزنن به سر کشورهای دیگه و در منطقه آشوب بپا کنند.
فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا. به ما پیوسته آقای ندیمی، الان بارهاست که میشنویم احتمالاً حزب الله حتی اگر ایران کاری نکنه به خاطر کشته شدن نیروهای مختلفش از جمله آقای شوک دست به اقدام تلافی جویانه میزنه، هرچند فعلا به خاطر مذاکرات در جریان شاید دست نگه داشته باشن. چقدر محتمل میبینید واقعا با توجه به آرایش نظامی که داریم میبینیم، رتوریکی که از حزب الله داریم میشنویم، یک حمله تلافی جویانه رو؟ احتمال جنگ بین ایران و ببخشید بین حزب الله و اسرائیل خیلی بیشتر از احتمال جنگ بین ایران و اسرائیل هستش، به خاطر اینکه الان ماه هاست که اسرائیل تهدید حزب الله رو در مرزهای خودش به طور جدی میبینه. موشک ها و راکت های حزب الله مرتب از مرزهای اسرائیل میگذرن و اسرائیل هم به بمباران های خودش در مناطق جنوب لبنان ادامه میده. مقاله جدیدی اینترسپت فکر میکنم دیروز منتشر کرده بود در باره تعداد بیش از 3000 ساختمونی که در منطقه جنوبی لبنان هدف قرار گرفته. یعنی اسرائیل در از این فرصت استفاده کرده تا زیر ساختارهای حزب الله رو در جنوب رودخانه لیتانی به طور کامل سر بکنه از بین ببره. ولی خب طبیعتاً همونطور که در این ویدیو جدید دیدیم، حزب الله تأسیسات بسیار مفصلی زیر زمین داره و درست بعد از بعد از جنگ 2006 شروع کرد با هزینه ایران و با کمک‌های قرارگاه‌های سازندگی یا مهندسی رزمی سپاه پاسداران که این تأسیسات فرماندهی کنترل و همینطور تونل های نگهداری راکت ها در زیر زمین رو بسازن و میبینیم که حزب الله برای اولین بار این نمایش داده این تونل ها رو و میخواد که سطح بازدارندگی خودش رو محکم بکنه و به اسرائیل نشون بده که ما این امکان داریم که این راکت های خیبر یک رو از زیر زمین برتاب. البته شکل و ابعاد و مشخصات این تونل ها طوریه که من فکر نمی کنم راکت های سنگین تر از خیبر یک که حدود 100 کیلومتر 120 کیلومتر برد داره رو بتونن از توی اینا شلیک بکنن، ولی خب همین راکت ها هم میتونن تا مناطق شمالی تل آویو رو پوشش بده و اگر اونطوری که در طی سال‌های اخیر گفته میشه از کیت های هدایت دقیق ایران روی اونا نصب شده باشه، میتونن اهداف به نسبت دقیقی رو با استفاده از این راکت ها مورد حمله قرار بدن. و طبیعتا اگر این اتفاق بیفته برای نمونه در به عنوان یک عملیات برای تلافی جویی از مرگ فرمانده حزب الله، در اون صورت اسرائیل بی‌تردید مناطق مهمی رو در بلبک و در منطقه جنوب بیروت رو با شدت با هواپیمای جنگنده بمباران خواهد کرد. این آمادگی رو ارتش اسرائیل داره که با دستور رهبران اسرائیل به عنوان یک اقدام پیش دستانه یا با کوچکترین بهانه حزب الله عملیات هوایی بسیار گسترده ای رو که حدود چند هفته طول خواهد کشید در لبنان انجام بده، طبیعتا حزب الله از اونور پاسخ خواهد داد و احتمال اینکه ایران در مراحل بعدی وارد این درگیر بشه زیاد هستش. ولی تا یه حدی این درگیر شدن ایران به نوع واکنش و طول زمان جنگ و میزان موفقیت دو طرف بستگی خواهد داشت. آقای ندیمی، اگر کار واقعا به اونجا بکشه، آیا با توجه به توانایی‌هایی که الان از اسرائیل دیدیم، به خصوص در همین حدود 10 ماه گذشته در غزه، بدون حمایت آمریکا فکر می‌کنید بتونه در دو جبهه همزمان، هم در غزه به جنگ و هم در لبنان و احیانا حتی با ایران؟ خیر، من فکر نمی کنم اسرائیل بتونه یک جنگ طولانی مدت رو با حزب الله و احیانا ایران و همینطور با ادامه برخی درگیری ها در غزه بدون کمک و پشتیبانی مستقیم ایالات متحده انجام بده و اگر این کار بکنه طبیعتا روی کمک آمریکا حساب کرده و اطمینان خاطر دریافت کرده که اگر این حمله با تحریک حزب الله یا ایران و یا اینکه با علم به عملیات قریب الوقوع حزب الله انجام گرفته باشه به عنوان یک عملیات دفاع از خود که هیچ راه گریزی از اون نبوده، طبیعتاً ایالات متحده پشتیبانی کاملی از حزب الله از ببخشید اسرائیل خواهد کرد مقابل حزب الله و اسرائیل به این کمک اطمینان خواهد داشت و مهمترین کمکی که آمریکا میتونه بکنه تامین تسلیحات و تامین بمب‌ها
و موشک‌های مورد استفاده اسرائیل هست، هم از نظر پدافند هوایی و هم از نظر حملات هوایی به لبنان. در این ویدیویی که دیدیم هواپیمای 15 اسرائیلی یکی در میون بمب‌های 2000 پوندی هدایت شونده ماهواره‌ای داشتن و همینطور هم موشک‌های پاپای که حدود 80 کیلومتر بر دارن. پیام خیلی مشخصی سعی کرده اسرائیل با این ویدیوی که من فکر کنم اولین بار بود که به نمایش نمیاد میخواست نشون بده که ما میتونیم آمادگی داریم که هدفهای دوربرد رو با هواپیمای جنگنده F-35 و F-15 خودمون با سوختگیری هوایی مورد حمله قرار بدیم. ولی خب طبیعتاً این مانورها در گذشته هم انجام گرفته در و این توانایی هستش که مشخص هست و میدونن که این اسرائیل توانایی داره. مسئله اینجاست که در چه زمانی اسرائیل اراده اینو خواهد داشت که از این توانایی خودش استفاده بکنه. سمیرا قرای خبرنگار ما از وزارت خارجه آمریکا با ما. سمیرا، مذاکرات دوحه در شرایطی شروع شد که امید چندانی ناظران برش نداشتن، اما الان سیگنال هایی که از دوحه داره میاد به نظر میرسه که بعضی از طرفین محتاطانه خوشبینن. امید چندانی کسی نداشت. پنجشنبه صبح آقای کربی در جمع خبرنگاران گفت که از روز اول، یعنی از روز پنجشنبه، انتظار چندانی ایالات متحده نداره، ولی اگر الان فضا رو نگاه بکنیم میبینیم که یک موجی از خوشبینی حداقل از سوی مقام‌های ایالات متحده و رسانه‌های آمریکایی داره دیده میشه. شاید این موج از خوشبینی رو نشه چندان در بیانیه‌های اسرائیل و حماس دید که حالا توضیح خواهم داد. این مذاکرات دو روز بود که در حال انجام بود، تمام شده. از اینجا به بعد قرار هست که یک پیشنهاداتی که قطر داده اونها بررسی بشه. کارگروهایی در سطوح پایین‌تر دیپلماتیک روی اختلافات طرفین، پیشنهادات ایالات متحده کار خواهند کرد و در انتهای هفته‌ای که پیش رو داریم در قاهره این مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. هنوز نمی‌دونیم آیا از سمت اسرائیل یا حماس نماینده‌ای به اون مذاکرات قاهره خواهد رفت یا نه، و در تحولی دیگر در ادامه همه این تلاش‌های دیپلماتیکی که ایالات متحده داره انجام میده، آقای بلینکن هم قرار هست که شنبه شب از اینجا واشنگتن پرواز کنه به سمت منطقه، یک شنبه میرسه و روز دوشنبه هم با آقای نتانیاهو دیدار و گفتگو خواهد کرد. احتمال داره به دوحه و قاهره هم آقای بلینکن سفر بکنه. تلفن‌های زیادی در این چند ساعت گذشته انجام شده. آقای آستین با آقای گالانت تلفنی صحبت کردند، هم راجع به اون بحث خطرات حمله جمهوری اسلامی و حزب الله به اسرائیل و هم در رابطه با توافق آتش بس و صلح. آقای بایدن با امیر قطر تلفنی صحبت کرده، با رئیس جمهوری مصر تلفنی صحبت کرده. از اون سمت نخست وزیر قطر به علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی زنگ زده. در دو روز گذشته این دومین باره که قطر با جمهوری اسلامی صحبت میکنه. جزئیات مذاکره رو در اختیار جمهوری اسلامی داره قرار میده. در دفعه‌های پیشی که مذاکراتی اگر برگزار میشد یا طرحهایی که ایالات متحده پیشنهاد میداد، اسرائیل پیشنهاد میداد، هرگز جمهوری اسلامی به این شکل در جریان جزئیات به شکل عمومی که ما بدونیم قرار نمیگرفت. این متفاوت هست از دفعه‌های پیش و این تلاشیه که حداقل ایالات متحده داره میکنه که کنترل بکنه وضعیت رو و اون حمله قریب الوقوعی که ازش صحبت میکردن که جمهوری اسلامی انجام خواهد داد، حداقل اون رو برای مدتی به تعویق بیاندازه. آقای بایدن بعد از اینکه اخباری منتشر شد، بیانیه هایی آمد بیرون از جزئیات مذاکرات، با خبرنگاران از اون درک خودش از مذاکرات دو روزه صحبت کرد و اون خوشبینی که بهش اشاره کردم رو خیلی خوب میشه در صحبت آقای بایدن فردا شنید. بریم با هم بشنویم. دلیلی که اینجا دیر اومدم این بود که در حال کار روی آتش بس و خاورمیانه. ما از همیشه به آتش بس نزدیک تریم. قصد شوخی ندارم، اما همونطور که پدر بزرگم گفت، به لطف خدا و شانس زیاد ممکنه به توافقی دست پیدا کنیم. هنوز به توافق نرسیدیم، اما بهش خیلی نزدیک تر از 3 روز پیش هستیم. به لطف خدا و شانس زیاد فرداد، این صحبتی که آقای بایدن میکنه. میگویند منابع آمریکایی که آنچه در این دو روز اتفاق افتاده در تمامی 6 هفته گذشته نبوده. اینها اون خوشبینی هست که حداقل ایالات متحده داره ایجاد میکنه. اما اگر نگاه بکنیم به صحبت‌های سامی ابوزهری از مقام‌های ارشد حماس، میگه که ایالات متحده داره یک فضای مسموم خوشبینی رو ایجاد میکنه و قصدش این نیست که بخواد در منطقه صلح و آرامشی رو برقرار
برقرار بکنه. بیانیه‌های حماس و اسرائیل رو بهش اشاره کردم. بیانیه اسرائیل مبهم هست، درش تشکر میکنه از میانجی‌ها، صحبتی نمیکنه از اینکه چه فکر میکنن راجع به پیشنهادات ایالات متحده، چقدر موافقن چقدر مخالفن. و از سمتی هم حماس در بیانیه خودش چیزی که عنوان میکنه اینه که میگه فرق داره با اون چیزی که ما قبلا توافق کرده بودیم. پس در هر دوی این بیانیه‌ها اگر فقط به اینها بخوایم نگاه بکنیم، نمیدونیم مسیر پیش رو چه هست، اما اگر بخوایم واکنش ایالات متحده رو ببینیم، متوجه میشیم که مسیری که دارن ترسیم میکنن رو مسیر خوشبینانه ای دارن فرض میکنن. از سمتی هم وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا در منطقه بودند، با آقای کتس وزیر خارجه اسرائیل دیدار کردند. در اونجا هم اسرائیل به اونها گفته که اگر جمهوری اسلامی بخواد به اسرائیل حمله بکنه، این کشور انتظار داره که فرانسه و بریتانیا بیان پشت اسرائیل بایستن و حتی به خاک ایران، به اهداف برجسته و قابل توجهی در داخل خاک ایران حمله بکنن. فرداد و برای تحلیل خبرها همراه میشیم با مهرداد فرهمن، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول. آقای فرهمن، برگردیم به این خبر که نخست وزیر قطر در تماس تلفنی از سرپرست وزارت خارجه ایران خواسته که با توجه به روند مثبت مذاکرات آتش بس، حالا اونجور که گفته، درباره منطقی بودن حمله به اسرائیل فکر کنن. به نظر شما جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون میده؟ به نظر من این موضع‌گیری هایی که داره میشه در حال حاضر، چه از جانب ایران چه از جانب حزب الله یا حماس، اینی که نسبت به مذاکرات به نوعی در واقع اکراه نشون داده میشه، تمایل نشون داده نمیشه مذاکرات، دو کارکرد داره. یکی اون که به این جنگ روانی که در حال حاضر جریان داره دامن میزنه، فضا رو مرتعب‌تر میکنه. ما در یک حالت تعلیقی همگی داریم به سر میبریم، منظور همه کسانی که به نوعی درگیر این جنگ هستند، از ایرانیان گرفته تا اسرائیلی ها تا دولت های درگیر در این موضوع. این حالا تعلیقی که در جریان داره جنگ روانی است که به نظر میرسه ایران و متحدانش دوست دارن که بهش دامن بزنن که بر سود اونها کار میکنه. از طرف دیگه این نوع موضع‌گیری ها باعث میشه اونها رو به نوعی بازارگرمی یا چانه‌زنی های پیش از مذاکره یا در واقع آماده کردن زمینه برای چانه‌زنی ارزیابی کرد. طبیعیه که پیش از هر نوع مذاکره و چانه‌زنی هر دو طرف سعی میکنن مبلغ رو بالا ببرند. من مثلا میبینی که حزب الله داره تصویر تونل‌های پیشرفتش رو نشون میده، داره در واقع قدرت نمایی میکنه. از این ور حماس میگه ما نمیریم مذاکره بکنیم، در حالی که همه میگن مذاکره کنیم. ایران از حمله هم صحبت میکنه، در رسانه ها پی در پی گزارش های میاد از اینکه حمله قریب الوقوع است و به زودی انجام خواهد شد. اینها به نوعی مبلغ رو از این سو از سمت جناح حماس و ایران بالا میبره. از طرف مقابل هم خوب اسرائیلی ها دست بالا رو دارند، ضربات محکمی زدند و اونها هم دارن تهدید میکنند. اما به هر حال اونطور که نخست وزیر قطر هم ابراز خوشبینی کرده به اینکه مذاکرات صورت خواهد گرفت، به نظر میرسه که سیاسیون محاسباتشون نشون میده که این فضا داره به سمتی پیش میره که مذاکره رو اجتناب ناپذیر خواهد کرد. واشنگتن پست هم گفته که حزب الله انتقام فواد شکر رو به دلیل مذاکرات آتش بس به تعویق انداخته. فکر میکنید این واقعیت داره؟ به نظر منطقی میاد، یعنی قابل پذیرش میاد. من فکر نمی کنم حزب الله علاقه به این داشته باشه که به خاطر حماس روز به روز نیروهاش رو که سالها روشون سرمایه گذاری کرده از دست بده. الان حزب الله بیش از 400 نفر از نفراتش رو از دست داده که برخی از اونها از نیروهای قدیمیشن، از رده های بالای حزب الله هستند و نمیخواد حزب الله که کشور لبنان درگیر جنگ بشه. ایران هم به هیچ وجه خواهان نیستش که وارد یک جنگ فراگیری بشه و این هزینه‌ای که تا حالا داده شده برای حماس به نظر میاد که داره واقعا خیلی فاکتورش داره خیلی سنگین میشه برای طرف‌های درگیر. از اون طرف هم در اسرائیل به هر حال این خواسته اصلی مردم این هستش که گروگان‌ها سالم و زنده برگردند و اگر جنگ بخواد به این شکل پیش بره، به جایی بخواد برسه که آتش بسی به هیچ وجه صورت نگیره و بخواد اسرائیل تا اون آخرین نفرات حماس و تا آخرین متر مربع غزه پیش بره، اتفاقی که خواهد افتاد این هستش که جان گروگان‌ها به خطر خواهد افتاد و دلیلی برای حماس وجود نخواهد داشت که گروگان‌ها را زنده نگه داره. و اگر آقای نتانیاهو روزی
کاملا غزه رو از حماس پاکسازی کنه، تمام نفرات حماس رو تا آخرین نفر بکشه ولی تعدادی جسد روی دستش بمونه از گروگان‌ها، در مقابل مردم اسرائیل پاسخگو خواهد بود و سرانجام خوشی در انتظار نخواهد بود. در نتیجه مجموع اینها به نظر میرسه که در هر دو طرف عزمی وجود داره برای اینکه مذاکره صورت بگیره و به نوعی به سوی آتش‌بس پیش برن. اشکان صفایی از اورشلیم همراه ما هست. بیشتر برای ما بگو از آنچه که در بیانیه پایانی این مذاکرات انجام شده و اینکه چرا حماس راضی نیست. خب به بیانیه که الان صادر شده، تقریبا یک ساعت پیش بود که بیانیه صادر شد، میگه که ایالات متحده با توجه به آن گفتگوهایی که در این آخر هفته انجام شده، یک طرح جدیدی رو ارائه کرده که بر اختلافات موجود بین طرفین پل میزنه و امکان رسیدن سریع به یک توافق رو فراهم میکنه. همچنین گفته شده که گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد در قاهره تا پیش از پایان هفته آینده، یعنی توی همین هفت روز آینده، و باید گفت که اون وقت این دوری از مذاکرات که در قاهره انجام خواهد شد عمدتا بر روی مسائل تکنیکی خواهد بود، اون مسائلی که همچنان باید گفت مورد اختلاف هست، مثل گذرگاه در واقع، مثل کوریدور فیلادلفی، یا در واقع اینکه اسرائیل حق وتو داشته باشه بر روی اینکه کدام یک از زندانیان فلسطینی در مرحله اول آزاد خواهند شد یا نه. این بخش این چیزی هست که بیانیه بهش اشاره کرده. اما یک مقام حماس همونطوری که گفتی به رویترز گفته ما در جریان مذاکرات و نتایج اون قرار گرفتیم، مذاکراتی که حماس در اون شرکت نکرد، اما این توافقی که الان داره به ما ارائه میشه با آن چیزی که ما باهاش توافق کرده بودیم در دوم ماه ژوئیه، یک ماه و نیم پیش، تفاوت داره. باید گفت اون توافق به یک سری نکات اشاره نمی کرد. در واقع توافق اون چیزی که پیشنهاد کرده بود بایدن، حالا نتانیاهو میگن داده بود به بایدن و بعد بایدن اون رو علنی کرد، زمانی ارائه شده بود که اصولا اسرائیل هنوز در اون کوریدور فیلادلفی مرز رفح حضور نداشت. در نتیجه یک سری موارد جدیدی در اینجا ایجاد شده که خودش اختلافات جدیدی رو میاره و نیاز به توافق جدید داره و مسائل دیگه. به نظر میاد که همین موارد هم باعث شده که حماس فعلا راضی نباشه. باید چند روزی صبر کرد تا جواب حماس از نوار غزه، از یحیی سینوار که دیگه الان رهبر حماس هم هست، بیرون بیاد و او بگه که با این توافق موافق هست یا موافق نیست. این رو در روزهای آینده خواهیم فهمید. اما باید گفت که این تلاشی که داره میشه الان در دیروز و امروز در قطر، هفته آینده در قاهره، فقط برای این نیست که طرفین اسرائیل و حماس به یک توافق برسن، گروگان‌ها آزاد بشن و در اونجا آتش بسی برقرار بشه، بلکه به نظر میاد یکی از اهدافش هم این هست که جلوی حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل رو بگیره. در همین زمینه باید گفت که وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت هم همین دقایقی پیش اعلام شد که با همتای آمریکایی خودش لوید آستین صحبت کرده در یک ساعت گذشته. بخشی از صحبت‌هاشون مربوط به همین موضوع در واقع حمله احتمالی ایران، جمهوری اسلامی به اسرائیل و هماهنگی بین اسرائیل و ایالات متحده در این زمینه بوده. بخشیش هم به همین موضوع توافق مربوط بوده. بر اساس بیانیه وزارت دفاع اسرائیل، یوآف گالانت در این تماس تلفنی که داشته گفته که رسیدن به یک توافق و آزادی گروگان‌ها هم واجب اخلاقی و هم واجب استراتژیک هست. در همین حال باید گفت که ارتش اسرائیل هم یک سری تصاویر رو منتشر کرده که نشون میده نیروی هوایی این کشور در روزهای اخیر حمله به اهداف دوردست رو با استفاده از جنگنده و هواپیماهای سوخت‌رسان تمرین کرده، که این شاید به نوعی هم یک هشدار برای جمهوری اسلامی باشه. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی، همراه ما هستند. آقای حسنیاری، پیشتر اشاره کردیم که اسرائیل از ائتلاف به رهبری آمریکا خواسته در صورتی که ایران حمله به اسرائیل داشته باشه به جمهوری اسلامی حمله بکنند، در کنار اینکه از اسرائیل دفاع میکنند. چقدر فکر میکنید که کشورهای به ائتلاف به رهبری آمریکا اساساً چنین خواسته ای رو محتمل باشه براشون که انجام بدن؟ درود بر شما و ملت دلاور ایران. به اعتقاد من کشورهای ائتلاف
اینها وارد جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی نخواهند شد، ولی شرایط رو فراهم میکنن برای اینکه اسرائیل اون کار رو رأساً انجام بده. خب به تبع با کمک‌های مثلا سوخت هوایی رسوندن به جت‌های جنگنده اسرائیل، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و همینطور کشورهای دیگر این ائتلاف قطعاً نظیر بار اول حدود 4 ماه پیش موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی و همینطور موشک‌های حزب الله رو رهیابی خواهند کرد، اونها رو از بین خواهند برد و این میتونه آزاد بکنه بخش مهمی از نیروهای اسرائیلی رو که خود به جمهوری اسلامی حمله بکنن و اهداف سپاه پاسداران در ایران رو بزنن. بنابراین به نظر من بسیار بسیار بعید خواهد بود که این کشورها مستقیما با جمهوری اسلامی درگیر بشن، ضمن اینکه نبایستی فراموش کرد که آمریکایی‌ها میتونن از شرایط به وجود اومده در صورت حمله جمهوری اسلامی استفاده بکنن برای حمله به این گروه‌های مزدور جمهوری اسلامی، تروریست‌هایی که در سوریه و لبنان، سوریه و عراق به مشکلات جدی برای حضور نیروهای آمریکایی ایجاد میکنند. آقای حسن یاری، در میان حزب الله لبنان یک ویدیوی تبلیغاتی منتشر کرده که مطمئنم که شما هم این ویدیو رو دیدید، یک شهر موشکی زیرزمینی در واقع اونچه که منتشر شده. ضمن اینکه میخوام خصوصیات این شهر موشکی رو از شما بشنوم، اینکه میخوام بدونم به نظر شما این نشان دهنده توانایی مهمی از حزب الله هست یا فقط جنبه تبلیغاتی داره؟ این جنبه تبلیغاتیش بسیار بسیار پررنگی، به خصوص زمان نشان دادن این ویدیو. جمهوری اسلامی در این شرایطی که در دوحه تحولاتی در حال شکل گیری است و فشارهای بسیار زیادی به خصوص با حضور نیروهای آمریکایی در منطقه به جمهوری اسلامی وارد میشه، جمهوری اسلامی سعی میکنه از حزب الله به عنوان عامل بازدارنده هر گونه عکس‌العمل نظامی اسرائیل استفاده کنه. اون چی که نشان دادن خب مختصری بوده از اون چی که جمهوری اسلامی توانسته با دادن کمک‌های مالی بی‌نهایت به حزب الله این تونل‌ها رو به وجود بیاره. از حضور وجود تونل‌ها اطلاعات نسبتاً دقیقی وجود داشته در گذشته، ولی فیلمش دیده نشده بود. به طور قطع اسرائیلی‌ها دقیقاً از این محل، از توانایی‌های این محل برخوردار هستند و به نظر من یکی از دلایل عمده‌ای که دولت آمریکا تعداد بسیار زیادی بمب‌های سنگرشکن به اسرائیل داده در چند روز گذشته، نشانه روشنی است از اینکه اینها آمریکا و اسرائیل خود را آماده می‌کنند برای حمله به این تونل‌ها. حزب الله همچنین تونل‌های رو هم در سوریه به وجود آورده و در نتیجه سعی می‌کنه که با نشان دادن این ویدیو اسرائیل رو از هر گونه عکس‌العمل جدی نظامی علیه جمهوری اسلامی و همینطور حزب الله برحذر بداره. ولی خب اگر جنگی صورت بگیره، به طور قطع اسرائیل از تمامی توانایی‌های نظامی خود و کشورهای ائتلاف استفاده خواهد کرد، برای اینکه به نظر من یک بار برای همیشه این حزب الله رو از بین ببره. همون کاری رو دقیقاً که با حماس انجام داد، در حال انجام اون است در نوار غزه، با اسرائیل، با حزب الله هم انجام خواهد داد. به همین خاطر هست که این سفرهایی که به لبنان میشه، شما اشاره کردین در گزارش ها به اونها، توسط دولت غربی، به نظر من این کارساز نیست، به خاطر اینکه حزب الله است که در لبنان قدرت داره و نه دولت این کشور. کشورهای خارجی یکی پس از دیگری، از آمریکا گرفته تا فرانسه و امروز مصر، به بیروت سفر میکنند تا از تشدید تنش و شعله ور شدن یک جنگ گسترده جلوگیری کنند. ارزیابی‌های اسرائیل نشان داده بود حزب الله لبنان ممکن است اول حمله کند و به دنبال آن ایران اسرائیل را هدف قرار دهد. پیش بینی شده است که این حملات بزرگتر از حملاتی باشد که آوریل گذشته رخ داد، اما اطلاعات حاکی از آن است که در داخل ایران بر سر میزان و نوع حملات اختلاف نظر وجود دارد. حزب الله اطلاعات را افشا کرد که نشان می‌داد به فاصله یک هفته پس از حمله اسرائیل به زاویه جنوبی تلافی خواهد کرد. ولی اکنون تایید شده است که این افشاگری عمدن صورت گرفته بود، زیرا حزب الله از نظر امنیتی نفوذپذیر است و دیگر اعتمادی وجود ندارد.
این بخشی از جنگ روانی است که حزب الله علیه اسرائیل به کار می‌گیرد. اما این جنگ روانی بر لبنانی‌ها نیست که در وحشتی بی سابقه زندگی می‌کنند و روزمرگی خود را به پاسخ احتمالی حزب الله پیوند زدن نیز تأثیر گذاشته است. بخش گردشگری لبنان به دلیل خروج گردشگران و مهاجران از این کشور از ترس واکنش حزب الله 3 میلیارد دلار ضرر کرده است. برخی کارشناسان جنگ بین ایران و اسرائیل را غیر ممکن می‌خوانند، هم به دلیل فاصله جغرافیایی بین دو کشور و هم به این دلیل که ایالات متحده از هدف قرار گرفتن پایگاه‌های نظامی خود در منطقه واهمه دارد. به همین علت آنها می‌گویند حزب الله ممکن است نقش بزرگتری در این واکنش ایفا کند. الیاس بشار خیرالله تحلیلگر در گفتگو با ایران اینترنشنال تاکید کرد که ایران نقش اصلی را در مذاکرات ایفا می‌کند، در حالی که حزب الله تنها به نقشی محدود در مانورهای جنگی متعهد است و نقش حزب الله به طور قطع وابسته به تصمیمات ایران است، همانطور که در جنگ سوریه و اعزام مستشاران نظامی به یمن هم همین گونه بود. و كما طلبت منه ايضا ان يرسل خبراء الى اليمن. مي فرحات، بيروت.